سلام به بینندگان عزیز تلویزیون آی اف تی وی این ایرانیان فایننشال تایم تی وی و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند امروز شنبه 14 فوریه 2014 و 25 بهمن 1393 امروز قبل از اینکه وارد بحث بشم باز چند تا خبر و یک سلسله آمار میخواستم برای عزیزان مطرح بکنم ولی این احتیاج به یه مقدمه داره اونم اینه که به طور کلی ما اولا چرا بیشتر فرزن خود من تکیم بر روی اقتصاد امریکاست و کمتر راجع به ایران فرزند صحبت میکنم البته راجه به ایران هم مقاله در نیویورک تایمز و سایر روزنامه هست ولی بیشتر تکیه رو روی امریکا که میذارم عبارت از اینه که ارتباط اقتصاد سیاسی امریکا با بقیه جهان چیه و از جمله با ایران امروز که من دارم صحبت میکنم 25 بهمنه یعنی روزیه که عزیزان به یاد بیارم چهار سال پیش میر حسین موسوی یه فراخانی داد برای اینکه مردم به حمایت و پشتیبانی از جنبش در تونس و در مصر مردم ایران بیان توی خیابون و میدونیم که مردم به این دعوت میر حسین موسوی لبیک گفتن و صدها هزار نفر و بعضی میگن حدود یک میلیون نفر توی خیابونا توی پیاده روها با سکوتی که قرار بود سکوت بعدا که ابراهیم یزدی میاد به اروپا و امریکا انجمنهای اسلامی زیر نظر ابراهیم یزدی و من غیر مستقیم زیر نظر ای تشکیل میشن درست در برابر کنفدراسیون که در اون زمان ما در کنفدراسیون فعالیت داشتیم و هم CIA و هم این نیروها میدونستن که واقعا در واقع نیروهای چپ و ملی گذاران کنفدراسیون هستن در برابر اون انجمنهای اسلامی رو درست کردن و الان مشخص شده حالا نه تنها در کتاب بازی شیطانی عرشبت که دیویلز گیم که رابرت درایفوس نوشته مفصل توضیح میده که رابطه ای ابراهیم یزدی با همین با سی آی ای چی بوده ولی در همین سندی که اخیرا از بی بی, بی سی بیرون اومد کاملا نشون میده که اینا روابطشون چی بوده و این های اسلامی رو درست کردن از اون طرف در نجف هم آقای خمینی رو داشتن و ابراهیم یزدی مرتب رفت آمد داشته در نجف آقا رو میپخته و غیره و غیره و تمام اخبار رو به آقای ریشارد کاتون میداده تا اینکه ما میرسیم به سال در واقع پنجا و پنج که در سال پنجا و پنج خود من چون تو زندان بودم دیگه از درون میدونم که چه اتفاقاتی افتاد که در واقع اونهایی رو که یاران خمینی بودن از جمله اسکر اولادی و امثال هم و اوان انصارش رو از زندان آزاد کردن و اینا اومدن چه تبلیغاتی علیه چپ و نیروهای ملی آغاز کردن و از اون طرف هم چطور خمینی رو شروع کردن نوارها شفر بعد آقا رو بردن هر که پاریس و ازش یه قهرمان ملی درست کردن باتی که آقای ریچارد کاتوم با خمینی داشته در پاریس که چطور خمینی رو تشویق و تشجیعش کرده که بره شاه باید برود هر شود که و غیره حالا علت این که این مات رو به این جنبه سیاسی کشور خودمون رو دارم صحبتش میکنم اینه که این حالا چه ارتباطی با اقتصاد امریکا پیدا میکنه ارتباط مستقیم و تنگا تنگ داره یعنی در واقع امریکا برای اینکه تسلط بر جهان پیدا بکنه و از این طریق اقتصادش رو نگه داره باید در کشورهای دیگه بره کودتا بکنه حمله نظامی بکنه چنگ و دندان نشون میده هر شود که مجتمع نظامی صنعتیش رو دائم تقویت بکنه تا اینکه بتونه این برتری خودش رو حفظ بکنه همینجا من اشاره بکنم برای اینکه این مطلبیه که نومچا بهش مطالعه کرده اینا تسلطشون بر جهان با چه هدفیه این هدفه که بتونن روابط طبقاتی برتر خودشون رو در خاک امریکا حفظ بکنن یعنی به اندازه کافی باید بتونن ارزش های اضافی و ثروت از تمام کشورهای جهان به امریکا وارد تا اینکه بتونن طبقه کارگر و یا طبقه متوسط وسیعی رو نگه دارن برای اینکه آرامش سیاسی در اینجا باشه و بتونن آزادی ها و دموکراسی نسبی بدن یه کتاب دیگه که خود من ترجمهش کردم یا سوسیالیسم یا بربریت میگه تا زمانی که در امریکا اتفاقی نیفته حرکت به وجود نیاد امکان پیاده شدن سوسیالیسم بسیار بسیار پایینه به نظر من این حرف برای تجربه خود من ثابت شده که اینا نه تنها شوروی رو از پا در ویتنام رو به همون ترتیب کوبا رو تا حدی دارن از پا در میارن و تمام جنبش های فرزن کنفرانس باندونگ رو که جنبش بزرگ از نیروهای ملی بود اون از بین بردن در افریقا به همین ترتیب قوام نکرومه و نیره رو و امثال و رو بلکه الان حتی روی کشورهای امریکای لاتین هم سریخ انتخابات آزاد انسانهای ترقیخایی به قدرت رسیدن اونها رو هم راحت نمیذارن در نتیجه یا الان یونان رو در نظر بگیرید که چه فشار عظیمی از به سیریزا هستش تمام اینها در امریکاست تمام پشتوانه و اون چیز مستحکمشون قدرت نظامی امریکاست که در پشت این قدرت نظامی قدرت سیاسی و قدرت مالی وجود داره حتی قدرت دلار پشتوانش قدرت نظامی امریکاست بنابراین باید در امریکا اتفاقی بیفته تا دنیا بتونه نفس بکشه از این جهت دنبال کردن اقتصاد امریکا و اقتصاد سیاسی امریکا جنبه حیاتی داره و ما دائما باید این رو دنبال بکنیم این بعضی از از اعتقاداتی میکنن دلم میخواد که جوابی به این قضیه داده بشه علاوه بر اون بسیاری از هموطنان ما فرصت اینو ندارن که این خبرها رو دنبال بکنن یا اخبار امریکا رو دنبال بکنن ولی ما که فرصتشو داریم بعد این خدمتی اگه از دستمون برمیاد در این زمینه انجام بدیم بخش اول رو اینجا من تمام میکنم چند دقیقه دیگه خدمت عزیزان میرسم فعلا دفتر حقوقی دکتر ندا زمان وکیل رسمی دادگاه های فدرال و کالیفرنیا آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان می باشد ما شما را از طریق ای بی تو، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه گذاری، دانشجوی و پناهندگی یاری می دهیم قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان وکیل دادگاه های امریکا تماس بگیرید. آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310 855 0992 تماس بگیرید وبسایت nedala.com با سلام و مجدد به عزیزان هرچند در بخش اول صحبت اینو کردم که چرا ما راجع به امریکا صحبت می و چرا راجع به اقتصاد امریکا صحبت می و قرار شد که من یک سلسله به آمارها بدم بعضی از این آمارها ممکنه تکراری باشه ولی به نظر من هیچ اشکالی نداره برای اینکه باید اینا رو دنبال بکنیم که ببینیم اقتصاد امریکا به چه سوئی داره میره و گرایش عمومیش به چه سوییه بعضی از این آمارها رو قبلا صحبت کردیم و میخوام امروز باز اینا رو یادآوری بکنم و همونطور که قبلا هم کردم اشکالی نداره که بعضی چیزها واقعا تکرار بشه حتی بیش از دو یا چند بار گرایش عمومی اقتصاد امریکا به طرف رکود و سکون بوده و هست به طور کلی گرایش عمومی نظام سرمایه و سرمایه داری دوره بعد از جنگ دوره کاملا استثنایی بوده که هیچ کس مثل پال سویزی اینو توضیح نداده که از سال 1945 تا 75 چرا این اقتصاد این طور شکوفا بوده علتش خیلی آشکاره امریکا تنها کشوری بود که جنگ درش اتفاق نیفتاده بود و فقط از این جنگ سود می‌برد. تمام جهان خرد و متلاشی شده بود از اروپا و ژاپن گرفته تا بخش های وسیع از دیگه ای از جهان امریکا دست نخورده بود و در نتیجه بعد از جنگ میبایست خرابی های جنگ ترمیم میشد یک دو مردم امریکا صدها میلیارد دلار پسنداز کرده بودند برای اینکه سطح مزد و مزایا در زمان جنگ بالا بود و مردم امریکا تقریبا بیکاری هم از بین رفته بود در حالی که کارخانجات به جای اینکه یخچال و عرشبت که جارو برقی بسازن تانک و توپ و هواپیما می ساختن. بنابراین مردم نمیتونستن چیزی بخرن در جه تمام این صدها میلیارد دلار پسنداز شده بود و بعد از جنگ باعث اینا رو خرج میکردن و مقدار زیادی به از این وسایل مدرن هم در حین جنگ واقعا کشف شده بود ساختن مثلا یخچال اچاق گاز جارو برقی تلویزیون خود هواپیما و جت همه اینها در واقع و بعدش انقلاب دوم اتومبیل که باعث شد میلیونها کیلومتر جاده در امریکا کشیده بشه و بغل این جاده ها هتل ها موتل ها به پمپ بنزین ها و تمام چیزهایی که در دو طرف یا را و یا جاده ها دیده میشه همه اینها سرمایه گذاری های سوداور و البته بعد از جنگ دوم جهانی هم مطابق یک برنامه سیستماتیک که راجب این قضیه کلی هم بحث شده اینا به جای اینکه با شوروی سابق از در صلح در بیان جنگ تازه‌ای یعنی جنگ سرد رو آغاز کردن هدفشون هم عبارت از این بود که بودجه نظامی رو پایین نیارن اینا رو تمام در اسناد و مدارک چیز شده که چرا برای این که ما برای اینکه ما میدونیم جورج کنان که سفیر امریکا در شوروی سابق بود آخر عمرش اذعان کرد که اواخر جنگ استالین بهش گفته بوده که ما به همراه هم آلمان رو شکست دادیم و این دوستیمون رو باید ادامه بدیم بعد از جنگ باید رابطه دوستانه بینمون باشه حالا جورج کنان کسیه که بعد از اینکه معموریت سفارتش در شوروی سابق تموم شد اومد در هر وقت که رئیس پالیسی پلانینگ وزارت خارجه امریکا شد و در حقیقت تئوریسین جنگ سرد شد این آدم نابکار ولی اواخر عمرش یه ذره به شروع کرد به اعتراف کردن و گفت که آره استالین یه همچین پیشنهادی به من کرد ولی به هر حال هدفش این بود که بودجه نظامی رو بالا نگرد بنابراین یک ترمیم خرابی های جنگ دو انقلاب اتومبیل سه پسنداز های عظیم مردم چهار همین به اصلاح بودجه نظامی که بالا نگه همه اینها باعث شد که بعد از جنگ دوم جهانی یعنی در واقع در سی سال بین 1945 تا 75 اقتصاد امریکا عجیب شکوفا باشه ولی 1975 که ما میرسیم یا دهه 1970 که میرسیم تمام میشه همه اینا خرابی های جنگ ترمیم پیدا میکنه جاده ها ساخته میشه چقدر میخواستن اتومبیل بسازن و غیره و غیره و مردم هم در واقع پسندازاشون در واقع تعمی کشه و ما میدونیم که بعدش عجیبه که مثلا من دهه 1960 که اینجا بودم اصلا کارت اعتباری وجود نداشت من یادم اون موقع بعضی از کافه ها یا رستوران های سطح بالا میگفتن داینرز کلاب ما نمیدونستیم داینرز کلاب چیه اصلا کارت اعتباری وجود نداشت در نتیجه برای اینکه اقتصاد افت نکنه کارت های پلاستیکی رو درست, درست کردن و مردم شروع کردن وام گرفتن و خلاصه اقتصاد رو به این ترتیب نگه داشتن ولی قبلا صحبت کردیم که اینا همین طور یکی پس از دیگری حباب به وجود یعنی از دهه 1970 به بعد واقعا اقتصاد رو با به وجود آوردن حباب نگه داشتن حباب وام حباب دات کام، حباب خانهسازی در, در در واقع در قرن 21 یکم یا به در 10-15 سال گذشته و غیره و غیره و, غیره و خود اقتصاد گرایش عمومیش به طرف رکود و سکون بوده که من یه آمار رو که قبلا هم ازش اسم بردم دوباره تکرار می کنم که در دهه 1960 میزان رشد اقتصاد امریکا به طور متوسط چار درصد بوده در دهه 1970 به سه و دو دهم تقلیل پیدا میکنه در دهه 1980 باز افت میکنه به دو نیم درصد میرسه در دهه 1990 یکم میره بالا به سه و دو دهم دلیلش رو قطعا قبلا برای عزیزان گفتم فروپاشی شوروی و حباب دات کام بود ولی از سال 2000 تا 2011 به یک و هفت دهم درصد میرسه گرایش عمومی از نظر رشد به طرف پایینه ولی یک سلسله آمار دیگه فرزن این آمارها رو من از کتابی هستش Endless Crisis که نوشته جان بلامی فاستر و رابرت مکچسنی هستش بعضی از اینا رو من چند سال پیش برای عزیزان گفتم ولی بد نیست اینا تکرار بشه در 1957 صنایع امریکا 27 درصد از کل تولید ناخالص داخلی رو تشکیل میدادن و بخش مالی فقط 13 درصد به 2008 که میرسیم صنایع فقط 12 درصد رو تشکیل میدن و بخش مالی 20 درصد رو یعنی در حقیقت صنایع رو به افت میره بخش مالی گسترش پیدا میکنه دلیلش خیلی آشکاره شما موقعی که در صنایع مردم قدرت خرید به اندازه کافی نداشته باشن سرمایه گذاری در صنایع خریداری نداره بنابراین میرن تو بازار مالی یعنی به جای اینکه جنس بسازن کالا بسازن پول پول میسازه و این حباب به وجود میاره به این حبابا بالاخره خواهد داره که در دهه 1976 حالا ببینید شکاف طبق... این موقعی که اقتصاد از صنعتی بودن به طرف مالی شدن بره ببینید چه شکاف طبقاتی به وجود میاره در 1976 یک درصد بالای جامعه فقط 9 درصد از کل درآمدها رو تصاحب میکردن در 2007 24 درصد رو به طور وحشتناکی یک درصد بالا در حقیقت ثروت به اون طرف گرایش پیدا میکنه و پایینی ها شود که چند تا آمار دیگه میان سال های 1950 تا 73 شکاف میان گروس دومستیک پرادکت یعنی به اصلا تولید ناخالص داخلی ثروتمندترین و فقیرترین بخش های جهان حالا ببینید این شکاف نه تنها در هر کشور بین ثروتمندا و فقرا بلکه در سطح جهانیه بین ثروتمندترین و فقیرترین بخش های جهان 1950 تا 73 یک به 15 بوده در حالی که در دوران سرمایه های انحصاری به 19 به یک میرسه یعنی کشورهای فقیر فقیرتر میشن به کشورهای ثروتمند ثروتمندتر میشن هر شود که در پایان عذر میخوام میان سالهای 1980 و 2007 حالا ببینید از یک طرف دیگه این در واقع ربطی پیدا به چیز برای اینکه بعضی ها میگن که طبقه کارگر از بین رفته هر شود که زوب شده دیگه طبقه کارگر مهم نیست میان سالهای 1980 تا 2007 طبق آمار International Labour Organization یعنی سازمان جهانی کارگرا نیروی کار در سطح جهانی از یک و نه دهم میلیارد نفر به سه و یک دهم میلیارد نفر افزایش یافت یعنی شست و سه درصد افزایش یافت در واقع در کشورهای پیشرفته صنعتی درسته بخش صنعتی کارگراش رو به افول رفته عوضش بخش خدمات زیاد شده ولی کارگرای صنعتی به طور عجیبی در کشورهای دیگه بالا رفت در چین مثلا در ویتنام در اندونزی در کشورهای امریکای لاتین و غیره و غیره که 73 درصد آن در کشورهای در حال توسعه و فقط و فقط 40 درصدش در فقط در چین و بوده عرض شود که این اینم یه چیز ولی من یک سلسله آمار آخرین آمار که مال نهم فوریه است که ببینید در حال حاضر در اقتصاد امریکا چی میگذره و از طرف دیگه ببینید دستگاه ارتباط جمعی امریکا چجوری گزارش میدن سه تا نقل قول میاره پال برکایت که که از اقتصاد دونا و استاد دانشگاهه من اینو از اونجا گرفتم از پال برکاید CNN میگه دوشنبه خوش قیمت سهام پون... قیمت سهام 500 انحصار ستندر ان پور اس پی ده درصد در سال افزایش پیدا کرد. رویتر رشد اقتصاد در سه ماهه سوم در یازده سال اخیر بینظیر بوده است. وال استریت جورنال اقتصاد امریکا توپ توپ است اینا رو نقل قول میاره از دستگاه های ارتباط جمعی ولی ببینیم واقعیت چیه بر پایه نیازهای انسانی آنگونه که به شکل منطقی تخمین زده شده نیمی از مردم امریکا در فقر زندگی میکنن که ببینیم چطور در فقر زندگی می کنم دلم میخواد اینجا من تعریفی از زبان کریستین اوونز که طبقه متوسط یعنی چه و ببینیم چند درصد از مردم امریکا الان در طبقه متوسطن میگه من طبقه متوسط را به خانواده های اطلاق میکنم که با درآمد خود بتونن زندگی راحتی داشته باشن یعنی چه زندگی راحتی داشته باشن یعنی بتوانند بخشی از درآمد خود را برای دوران بازنشستگی پسنداز بکنن یعنی یه مقدار برای دوران بازنشستگیشون امنیت به وجود بیارن بتوانند فرزندان خود را به دانشگاه بفرستن و بتوانند به تعطیلات به تعطیلات سالانه روان و از تفریحات سالم و لازم برخوردار باشن یعنی علاوه بر خورد و خوراکشون لباسشون پول آب و برقشون پول قسط فرزن اگر وامی دارن و یا اجاره خونهشون یعنی احتیاجات اولیه بتونن هم پسنداز کنن برای بازنشستگیشون هم تعطیلات برن یکی دو هفته هم بچه هاشونو به دانشگاه بفرستن و خلاصه احساس راحتی بکنن این بهش میگیم طبقه متوسط حالا در این گزارش بر پایه نیازهای انسانی اون که به شکل منطقی تخمین زده شده حدودا اونجوری یک پول ذخیره برای مخارج غیر قابل پیش بینی برای خانواده های امریکایی چیه آمار بانکی اخیر نشان میدهد که تقریبا دو سوم از خانوارهای امریکایی 500 دلار نقد برای تعمیر ماشین و یا هزار دلار نقد برای مرا... مراجعه به اورژانس بیمارستان ندارن دو سوم از مردم امریکا واقعا اینا طبقه متوسط بنابراین پایین تر از طبقه متوسط آمارگیری از مؤسسه پیو نشان میدهد که نیمی از خانوار دار... خانوارهای امریکایی کمتر از درآمد یک ماه پول پول ارزش و نقد دارن و کل پسنداز آنها یعنی حتی توی صندوق بازنشستگیشون. شد از جمله صندوق بازنشستگی بیش از چهار ماه درآمد آمد آنها نیستن یعنی واقعا میزان فوق العاده پایینه پسنداز جوانان منفیس یعنی مقدار وام و بدهیشون بیش از در آمدشونه. در حالی که قبل از رکود عرض شود که نیم درصد بود یعنی یه مقدار پسنداز داشتن دو پس این یه عامل افت چهل درصدی ثروت خانوارها نیمی از مردم امریکا حق دارن احساس فقر بکنن چرا که میان 2007 تا 2013 ثروت میانگین آنها چهل درصد سقوط کرد و نیمه پایین جامعه را از نظر ثروت خالص زیر سفر برده است یعنی مجموعه بدهی هاشون بیش از دارایی هاشونه و 60 درصد پایین جامعه ثروتشون فقط به اندازه 94 نفر ثروتمندترین افراد امریکایی یعنی 94 نفر امریکایی ثروتمندترین ثروتشون به اندازه 60 درصد پایین جامعه امریکا است سه هزینه زندگی بالا می رود ولی درآمدها افت می کنه شاخص فقر بر پایه قیمت غذا در 1950 تعیین میشه در حالی که قیمت غذا از 1978 تا کنون دو برابر شده اجاره سه برابر شده شهریه دانشگاه یازده برابر شده و خرج نگهداری و بزرگ کردن بچه بین سال 2000 و 2011 چهل درصد افزایش یافت و مخارج پزشکی دائم در حال افزایش چهار بسیاری از مشاغل جدید مزدشان کمتر از مقدار لازم برای تامین حداقل زندگی است حالا در پایان چون این برنامه داره به پایان خودش میرسه همه اینها رو برای عزیزان عرض میکنم که در این کشور تنش ها داره بالا میره برای اینکه شکاف طبقاتی داره گسترش پیدا میکنه بخش وسیع از جامعه به طرف فقر داره میره و امید ما اینه که در این کشور تکنهایی به وجود بیاد تا بشریت بتونه نفسی بکشه به این ترتیب ما با من با عزیزان خدافزی میکنم تا جلسه آینده شب و روز عزیزان خوش